دنزل واشنگتن بازیگر مشهور آمریکایی بار دیگر بر روی صندلی کارگردانی نشسته، این بار برای تولید فیلم درام حصارها که اقتباسی از نمایشنامه آگوست ویلسن. دنزل واشنگتن که تاکنون دو بار برنده جایزه اسکار بوده، نقش اصلی این فیلم رو هم ایفا میکنه. کارگر سیاه‌پوستی که در دهه 1950 و در بحبوحه تبعیض نژادی در آمریکا زندگی میکنه. تروی مأمور حمل زبال است، مردی که همواره با همسر و همسایه اش شوخی می کند، مردی که بیسبال بازی می کند ولی هرگز نتوانست در یک تیم معروف بازی کند. در خارج از خانه به دلیل رنگ پوستش قدرتی ندارد، ولی وقتی قدم در خانه می گذارد همه می دانند که او رئیس خانواده است. این فیلم نه تنها به اختلاف نژادی جامعه آمریکا در دهه 1950 می پردازد، بلکه نگاهی دارد به رابطه پدر و پسر در یک خانواده سیاه پوست. He got recruited by a college football team. It ain't gonna get him nowhere. If he be like you in the sports, he gonna be all right. Ain't but two men ever played baseball good as you. And what did ever get me? دنزل واشنگتن میگوید این فیلم فراتر از مسائل نژادی است. The themes of this film, of this play, are universal themes. تم این فیلم یک موضوع همگانی است، برای سیاه و سفید است، در مورد زن و شوهر است، در مورد پدر و پسر، مادر و پسر. Mother and son. دنزل واشنگتن میگوید شخصیت او در این فیلم بیان کننده یک انسان است و نه تنها یک مرد سیاه پوست، شخصیتی که از نمایشنامه آگوست ویلسون الهام گرفته شده. آگوست ویلسون has fashioned a masterpiece. نمایشنامه آگوست ویلسون یکی از نمایشنامه‌های شاهکار در تاریخ آمریکا است و افتخار است که در آن نقش آفرینی کرد، آن را کارگردانی و تولید کرد. ویولا دیویس نقش روز همسر تروی را بازی می‌کند، زنی که نموداری از استحکام و پایداری است. فیلم حصارها با داستان زیبا، بازی جذاب و کارگردانی قدرتمند می‌تواند نامزد دریافت جایزه اسکار باشد، به ویژه که آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا پس از سالها بی‌توجهی به بازیگران سیاه‌پوست اخیراً مورد انتقاد قرار گرفته است. You understand what I'm saying?